هجدهم آذر ماه محمد تقی بهار. محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا و متخلص به بهار، زاده 18 آذر ماه سال 1265 در شهر مشهد است. بهار ادبیات فارسی را نزد پدرش آموخت و از 7 سالگی آغاز به سرودن شعر کرد. بهار از 14 سالگی به اتفاق پدرش در مجامع آزادی خواهان حاضر شد و به واسطه اونس و الفتی که با افکار جدید پیدا کرده بود به مشروطه و آزادی دل بست. 2 سال پس از مرگ پدر، در سال 1324 هجری قمری که مشروطیت در کشور ایران مستقر شد، بهار 20 ساله در جمع مشروط خواهان خراسان درآمد. بهار در سال 1293 خورشیدی از حوزه انتخابیه درگز، سرخس و کلات به نمایندگی مجلس 3 شورای ملی انتخاب شد. ملک الشعرا مجله دانشکده را بنیان گذاشت که به اعتقاد او مکتب تازه‌ای در نظم و نثر پدید آورد. مهمترین اثر بهار دیوان اشعار اوست که به اعتباری کارنامه عمر او نیز به شمار می رود. محمد تقی بهار در سالهای آخر عمر به بیماری سل مبتلا شد و سرانجام در روز اول اردیبهشت سال 1330 در منزلش فوت کرد و در دوم اردیبهشت ماه در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. در زلف تو آشوب ز من میبینم، بیگانه نبیند آنچه من میبینم. او پیچ و خم و تاب و گره مینگرد، من بخت سیاه خیشتن میبینم. ما درس صداقت و صفا می خوانیم، آیین محبت و وفا می دانیم. زین بی هنران سفله‌ای دل مخروش، کانها همه می روند و ما می مانیم.